خیلی خوش اومدید دوستان عزیز، خیلی خوشحالم شما رو میبینم در اینجا. این چه کاریمه؟ حجاب اسلامی بردار دختر، اه صورت چه قایم میکنه. خیلی خیلی ممنون جناب آقای فرخ. من سلام عرض کردم، خیلی خیلی خوش آمدین، قدمتون رو چشم من. این جلسه خیلی فرق داره با جلسات قبلی، چون جای دکتر حسین زاده، دوست بسیار عزیز من، یک دانشمند حسابی و واقعا من دوستش افتخار میکنم، جاشون خیلی خالیه. ایشون یک حساسیتی دارن، انشالله هر چیز رو در حالشون خوب میشه میان اونجا و براتون هم مثل همیشه صحبتهای خوب میکنن. من خیلی بلد نیستم مثل اون صحبت بکنم، ولی به هر حال تا اونجا که بتونم سعی میکنم. تنها چیزی رو که میتونم بگم دوباره بگم قدم همه تون رو چشم من، خیلی خیلی ممنونم. با درود فراوان بولدر شما هموطنان گرامی و دوستداران ایران و تاریخ ایران، شعری که من روز میخونم مشابه این شما همه به خاطر دارد، از شادروان پروین اعتصامی تحت عنوان محتسب مسجد به رهدید و گریبان گرفت عقل و مست. من از اون ایده یاد گرفتم که دوست داشتم در این باره منم شعر. عاقلی در راه دید افتاده ای، سرخوش لولی زره و مانده ای، پای تا سر در میان گرد و خاک، از سر مستی نبودش هیچ باک. آنچان مستد می مخمور بود، بی خبر از حال خود مسرور بود. جناب ایزدی که من بهشون بدهکارم، منتها قبل از اینکه شعر بخونن مژده بدم خدمت عذرار خانم آقایون که امروز یک دانشمند جوان در بین ما هستن، آقای جاوید ایشون رو معرفی میکنن بیشتر. بله، جناب دکتر آبتین. بله. ای پسر روح، قفس بشکن و چون ماهی عشق در هوای قدس پرواز کن و از نفس بگذر، با نفس رحمانی به فضای قدس رحمانی بیارام. ای پسر آرام، جامعه غرور از تن برار و صوب تکبر از تن بیادرتر. ایران تو یعنی لباس تیری عبور. وقتی تو میگویی وطن، یک بار خوشکم میزند وان دیده مبهود را با خون دل تر میکنند. بی کوروش و بی تهمتن، با ما چه میگویی از وطن؟ با تخت جمشید کهن، من عمر را سر میکنم. ممنون از استاد عزیزم جناب شهرام و آقای زدی که تشریف میارن اینجا مجلس ما رو رونق میدن، خیلی ممنونم. مژده بدم الان برنامه بسیار جالب دوست عزیزم که دل من همیشه خون میکنه، آقای فرخ جاوید. خیلی خوشحالم که شما رو اینجا میبینم. من نفهمیدم چرا من دل آقای فصیح رو خون میکنم. برادر بزرگی من هستم، خیلی دوستشون دارم واقعا. چند روز پیش هم سال روز تولدشون بود، دو روز پیش سال روز تولدشون بود، بهشون تبریک میگم. همینطور تبریک میگم به خانم ناهید نصیری که دوم دسامبر تولدشون بود، سال روز تولدشون تبریک میگیم، و آقای حبیب باقری که سوم دسامبر تولدشون بود. من شبت خدمتتون، جان ما در
اول سال جاری 2022 داشت از خواب زمستونش بیدار میشد یواش یواش هایبرنیشن، این به خاطر کووید 19 بود. اما یکو حمله روسیه به اوکراین این خواب رو پریشان کرد، یعنی بیدار شدن همه به خودشون اومدن. بنابراین مهمترین رویدادهایی که در سال 2022 اتفاق افتاده، فقط بخوام 4-5 اشاره کنم، یکیش همین جنگ روسیه بود در اوکراین، دیگری مرگ الیزابت دوم ملکه بریتانیا، بعد جنبش انقلابی خودمون. به ترتیب تاریخ میگم اهمیتش برای ما، جنبش انقلابی است در ایران، ولی به ترتیب که از 16 ماه سپتامبر شروع شد، درست 3 روز بعد از مرگ دلخراش مهسا امینی. بعدم انتخابات میان دوره در آمریکا بود در ماه نوامبر، و مهمتر از همه بزن من چون زیاد با سیاست کاری ندارم، بازی های جام جهانی بود. بازی های جام جهانی در که از نوامبر شروع شد. و ای کاش من هم جوان بودم و فوتبالیست خوبی بودم تا بتوانم در بازی های جام جهانی گل بزنم و آنچنان شوتم محکم بود که تور دروازه طرف مقابل را پاره می کرد. جوانی کجایی که یادت بخیر. سپاسگزارم که به استایشو من توجه کردید. خواهید کرد که چرا من دوباره میام صحبت کنم. جو جلسه طوری شد، گفتار آقای ایدادی و تصویر که دادن من به اون واداشت که بیام اون چرا که میخوام بگم. هرچه من زدهار راز دل تهاشی میکنم، بحر احساسات خود مشکل تراشی میکنم، باز طبعم بیشتر آتش فشانی میکنم. باید گفت در این زمانی که روز گفتاری. ای اهرمن سرشت، اگر ظلم روزگار میراث سرزمین مرا بر تو عرضه داشت، در زیر آفتاب دلنگیز اون دیار دست تو غیر دانایی نامردمی نکاش. وقت است تا تکش تو را با خبر. از آقای جاوید و بقیه مهمون ها و برگزار کنندگان، واقعا شعرهایی که خونیم خیلی رومون اثر میذاره و امیدوارم که ایران بهتر بشه و ما بتونیم همه برگردیم. سرطان یا همون نیوپلازم یا کانسر وقتی میگن، به طور کلی یک بیماری هست که همه میگیرن. این سلولای بدن ما همینجور داریم سلولامون رو عوض میکنیم و اگه به اندازه طولانی زندگی کنیم سرطان ما میگیریم، چون این سلولا نمیتونن، این سلولا اول و آخر هر دی ان امون یه نقطه گذاشته شده، این نقطه به مرور زمان که همینجور ما سلولامونو به وجود میاریم، این نقطه ها کوچیک میشن، بعد این تبدیل میشه به سرطان. فقط 20% کسایی که سیگار میکشن سرطان شش میرن، و مقداری که میکشیم مهمه، چیزی که میکشن مهمه، با فیلتر بدون فیلتر، قلیون بدون قلیون، اینجور چیز گرفته. همه غذایی هم که میخوریم آخر سر تبدیل میشه به قند، حالا پروتئینش استفاده میشه برای اینکه مثلا عضله ساخته بشه، چربیش درست میشه برای مثلا نخامون، ولی بیشترش گلوکوزی که میخوریم تبدیل میشه به قند. بیماری قند مسئله نیستش قند آدم بالاست، قند آدم بالاست اینه که بدن نمیتونه از اون قند استفاده کنه، برای همین قند آدم میره بالا. به خاطر نیست که شما خیلی قند میخورید، به خاطر اینکه قند بدن ها نمیتونه استفاده کنه. استیجی که فقط توی همون جا هست، جای دیگه نرفت. استیج 1 5 سال 90% مریضا زنده هستن بعد از درمانش واسه استیج 1. استیج 2 همجور کمتر میشه، 3 کمتر میشه، استیج 4 20% مریضا بیشتر زنده نیستن در 5 سال. یعنی استیج 4 لانگ کانسر 20% فقط 5 سال بعد از درمان زنده خواهد. با این اگه کسی سیگار کشیده قبلا سیگار کشید یا هنوز سیگار میکشه،
بعد بره پلو دکترش. الان مدیکر اینشورنس پول اینو میده. بگه آقا من سیگار کشیدم، من با منو باید سکرینینگ انجام بدین. قبلا بالای 88 سکرین نمیکردن، بخشید بالای 77 سکرین نمیکردن، الان تا 80 سالگی هم سکرین میکنن. یعنی شما میتونید برید سکرینینگتون. منم از جناب دکتر آبتین واقعا تشکر میکنم. دیدم واقعا چقدر با دقت گوش میدادیم به صحبتاشون، خیلی جالبه. انشاءالله بازم شانس داریم که ایشون رو خواهش کنیم بیان اینجا زحمت بدیم برای ما صحبت کنیم. تم گرفته یه سرگردون سمرا، یه مجرمونم نشرگر، نمی